دیابت یا مرض شکر نوعی بیماری مزمن است که بدن بیمار نمیتواند از گلوکوز استفاده یا آن را ذخیره کند. گلوکوز نوعی قند یا شکر است که اگر در خون جمع شود، باعث افزایش قند خون می شود. این بیماری زمانی رخ می دهد که لوزالمعده دیگر قادر به ساخت انسولین نباشد یا بدن نتواند از انسولین تولید شده به خوبی استفاده کند. انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده ساخته می شود و مانند یک کلید عمل می کند و باعث می شود گلوکوز غذایی که می خوریم از جریان خون به سلول های بدن برای تولید انرژی وارد شود. تمام غذاهای دارای کربوهیدرات در خون به گلوکوز تجزیه می شود. انسولین به گلوکوز کمک می کند تا وارد سلول ها شود. دیابت یا مرض شکر یک بیماری است که از باعث بلند رفتن گلوکوز خون در از یک شخص به وجود می آید. علتش عدم کفایت غده پانکراس می باشد که این غده در زیر یا تحت معده قرار داره و وظایف مختلف داره، ولی وظیفه که ارتباط داره به مریضی شکر این است که یک هورمون به نام انسولین افراز کنه. زمانی که این هورمون به اندازه کافی افراز نمیشه یا بدن شخص به مقابل انسولین مقاومت پیدا میکنه، مریضی شکر به میان میاد. ناتوانی در تولید انسولین یا استفاده نکردن مؤثر از آن به افزایش سطح گلوکوز در خون منجر می شود که به آن هایپرگلیسمی می گویند. در طولانی مدت بالا بودن سطح گلوکوز خون با آسیب به بدن و نارسایی اندام‌ها و بافت‌های مختلف همراه است. دیابت را باید جدی گرفت، وگرنه ممکن است فرد مبتلا را با مشکلات زیادی سر دچار کند. در تایپ 1 اینمی علت است که اینمی انسولین مقدار کافی در اونجا تولید نمیشه و مقدارش کم است که گلوکوز که توسط مواد غذایی ما میگیریم در بدن او را جذب کنه و با جگر به شکل گلوکوژن ذخیره کنه. البته نوع یکش تابع کمبود یا نبود انسولین است یا عدم کارکرد همین حجرات بتا. تایپ 2 فرقش این است که عدم جواب در مقابل انسولین که حجرات تایپ 2 اکثرا تایپ 1 پیش جوانا و ای ارسی می باشه و تایپ 2ش پیش اشخاص که اضافه تر از سن 45 سالگی دارند پیش از زیادتر ظهور میکنند، اشخاصی که پرخور باشند، اشخاصی که وزن بدنشان بسیار زیاد باشد، چربی بدنشان بسیار زیاد شود و یا ای که عدم فعالیت فیزیکی داشته باشند، اینی اشخاص زیادتر مساعد هستند به دیابت تایپ 2 که دیابت تایپ 2 بسیار شایع و معمول در تمام دنیا است و شیوع عظیم در حال پیشرفت است، ناشی از همین تکامل و تکنولوژی که است که موترها برآمده، سهولت‌های زندگی برآمده، کارهای فیزیکی بسیار کم شده، بنان شیوع از بسیار زیاد است و رژیم غذایی فوق‌العاده‌ای که مملو از پروتئین ها، چربی و کربوهیدرات است، خصوصا امینو گلوکوزیدات است، اینی باعث از این میشه که پیشرفت در جهان بسیار زیاد است. برای جلوگیری از ابتلا به دیابت میتوان از راه‌هایی چون رژیم غذایی سالم، فعالیت ورزشی و کاهش وزن بهره برد.